به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. پاسخ مادر این برادر و خواهر شهید را که میدهد. دکتر عبدالله عبدالله روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: اعلامیه شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به حملات کور ترورستان بر کابل. با تأسف در حملات کور وحشیانه و غیر انسانی ترورستان بزدل بر شهر کابل، تلفات و خسارات به غیر نظامیان بیگانه وارد شده است. حملات ناروای دشمن زبون و جنایتکار را محکوم می کنیم. این گونه حملات نشان دهنده درماندگی، شکست و ناامیدی دشمن از پیروزی در میدان جنگ و ناتوانی و حراس از رویارویی با نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی افغانستان است. مردم افغانستان با چنین حملات از پا نخواهند افتید و تسلیم تروریسم و حراس افغانی نخواهند شد. ایجاد ترس و وحشت تروریستان بدصفت را به هدف نخواهد رسانید و سرانجام گروه های تروریستی تکفیری نابود خواهند شد. برای قربانیان حملات تروریستی امروز درود می فرستیم و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی و غم شریکی می کنیم. جنرال عطا محمد نور روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: سرزمین اندو، متاسفانه روز مردم این سرزمین با غم و اندوه آغاز و پایان میابد. صبح امروز در پی اصابت چندین راکت بر نقاط مختلف شهر کابل، بار دیگر آرامش شهروندان کابل برهم خورد و شماری از هموطنان عزیز ما شهید و برخی هم مجروح شدند. در شهری که هر نقطه آن محلات بازرسی قوای مسلح و نیروهای کشفی و امنیتی دارد و مسئولین که ادای برقراری امنیت شهر را براخ مردم میکشند، چطور وسیله 24 میله فیر راکت را ندیدند؟ این واقعا تأسف بار و پرسش برانگیز است. در این حال این اقدام نشان دهنده درماندگی دشمن در جنگ رویارویی با قوای مسلح ماست. عاملین این رویداد بدون شک دشمنان مردم و سرزمین ما و خون آشامترین های اند که آتش خونشان فروکش نمی شود. ضمن نکوهش عوامل این رویداد برای شهدای عزیز بهشت برین، به خانواده های دردمندشان صبر و شکیبایی و به مجروحان شفای عاجل تمنا دارم. بشیر احمد قاسانی می نگارد: چیزی به گفتن نمانده است، فقط خدا به حال مردم افغانستان رحم کند. اسمت الله اسمت به نقل از حارس روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: شقایق و مشعل، خواهر و برادری که نتیجه حملات راکتی امروز در شهر کابل جان باختند. شقایق تازه عروسی کرده بود، مشعل تازه از ترکیه برگشته بود. واسطه ای که صبح امروز راکت ها را بالای شهر کابل پرتاب کرد. دکتر فهیم توخی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: پس از عملات راکتی امروز، مادر دخترکش را از این که صحت و سالم یافته با عشق در آغوش گرفته می بوسد. چقدر وحشت و درد در قلب ملت است. دکتر مجیب الرحمن رحیمی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: از خداییم و بسوی او باز می گردیم. این خانه مسعود راننده ماست. این خواهر و برادر شهید برادرزاده های اوند که در حملات راکتی صبح امروز بر کابل شهید شدند و مادرشان شدیداً زخم برداشته و در شفاخانه بستری است. برای مسعود و خانوادهش سخت اندوگینم. برای او و تمام قربانیان دهشت افغانانه و غیر انسانی و اسلامی صبح امروز تسلیت عرض می کنم. نمیدانم این خانواده ها به کدام گناه و خطای هدف قرار گرفتند. رابیه بلخی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: دردآور، این دو خواهر و برادر جوان هنگام پرتاب راکت ها بر شهر کابل جان باختند. شعیب نجفی زاده نگاشته است: مشعل و شقایق، خواهر و برادر که قربانی یکی از راکت های امروز شهر کابل شدند. باز محمد مبارز روی صفحه فیسبوکش نگاشته است:
شهر وحشت. خدا را هزار بار شکر گذارم که در دمیتری هم انفجار قوی و شلیک های راکت صورت گرفت که برایم آسیب نرسید، اما تعداد زیاد هموطنان عزیز ما کشته و زخمی شدند. این در حالی است که من در حال تمرین در یکی از جیم ها در شهر نو کابل قرار داشتم. خبرگزاری اسپوتنیک همچنان گزارش می دهد دو انفجار پی هم کابل را لرزاند. پلیس کابل گفته که این رویدادها ناشی از انفجار دو ماین مغناطیسی بوده است. بر اساس گزارش ها انفجار اول در منطقه ارزان قیمت در مربوطات حوزه 12 شهر کابل رخ داده که در نتیجه آن یک تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. انفجار دوم نیز در منطقه 40 ستون در مربوطات حوزه 7 امنیتی شهر کابل رخ داده که این انفجار تلفات در پی نداشته است. در این حال دکتر فهیم توخی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: مسئول کیست؟ صبح با مادرشان با دنیای آرزو و امید نشسته مصروف صرف چای صبح بودند که ناگهان راکت کور و بی‌هدف می آید و به خانهشان اصابت می کند. خواهر و برادر شهید و مادر به شدت زخمی می گردد. درد این فامیل را نان مقاماتی که فرزندانشان مصروف عیش و عشرت در کشورهای بیگانه هست درک می کند و نه وکیل صاحب هایی که به جای پرسش و بازخواست بلندترین رای را به مقامات امنیتی دادند. بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: وزارت مالیه برکناری 60 کارمند این وزارت توسط رئیس جمهوری را غیر قانونی گفته است. این وزارت گفته است تمامی این افراد تا گزینش افراد جدید از طریق رقابت به وظایفشان ادامه خواهند داد. یکی از کاربران نگاشته است: ریا نشود، ما برای نیم ساعت کامل برق داشتیم، بعد تشریف برد. در تاریکی نان نوش جان کردن لذت مضاعف دارد، تجربه کنید. فوزیه کوفی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: زنانی که در حیات جمهوری اسلامی افغانستان شاملند، اشخاص توانایی هستند، در بلندترین موقف ها کار کردند، از تمام اقوام کشور نمایندگی می کند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.